خانم ها، آقایان، بینندگان عزیز، در طی روزهای گذشته و یا در خبرها که از زمانی که آقای رویانیان مدیر عامل باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس بودن، صحبت در رئال مادرید بود که به ایران دعوت بشن. خب اخیراً هم باز هم مدیر عامل یا سرپرست باشگاه پرسپولیس آقای سیاسی به اتفاق دیگر تنیچن از دستاندارکاران، به خصوص جناب آقای حسین کرانی، این بازیگر محبوب و این چهره قدیمی، با مدیر عامل این باشگاه صحبت‌هایی را داشتن و بعد در پس این قضیه رویدادهای متعددی به هر حال در نشریات مختلف انتشار پیدا کرد، تا جایی که متوجه شدیم، پی بردیم که این بازی به طور کلی کنسل شد. با اجازتون میخوام برم به ایران و با آقای حسین کلانی در این زمینه یک صحبتی داشته باشم، انشالله که بتونیم ارتباطمون رو با ایشون برقرار کنیم. بله، این ماجرای مادرید رئال ماهاست که بسیاری از عزیزان درگیرش هستن و بسیار هم اظهار امیدواری میشد که در این تیم با پرسپولیس به دیدار هم برن و به حال زنگ تلفن هم خوشبختانه به صدا در آمد و ببینیم که آیا ارتباط ما جناب کرانی، من منصور سپهبان هستم از لس آنجلس، تلویزیون ایران، سلام میدم خدمتتون. الو جناب کرانی، سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم جناب سپهبان، حال سرکار چطور قربان؟ شما خوب هستین؟ خیلی متشکرم از محبتتون، خواهش میکنم. همه چی خوبه قربون؟ همه چی الحمدلله، شکر خدا. الان هم چه دیگه بارون پاییزی شروع شده تو کشورمونه، انشالله که خیره و این کمابی های گذشته و مشکلاتی که قرار پیش اومده بود از نظر یابی هواش هواش رفت خواهد شد. خودتون در مجموع چطور هستین جناب کرانی؟ جان متوجه نشدم یه داره برندار اینکه من صداتون رو متوجه یه مقداری ضعیف دارم. خواهش عرض کردم، خودتون در مجموع چطور هستین؟ خوب هستین در مجموع؟ من الحمدلله شکر خدا وحشتناک حالم خوب هست. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر جمع کرد. از تیم پرسپولیس خودمون چطور؟ بچه ها چطورن؟ احوال اونا خوبه قربان؟ یا اینکه اونا هم الحمدلله یه مقداری آرامش دارن. خب یه مقداری به هر حال ذوق زده شده بودن، ولی بعد با مسائلی که پیش اومد یه مقداری نگران شدن، چون فکر کردن که ممکنه اون به قول معروف مسیری که برایشون تدوین شده بود و تنظیم شده بود از نظر که یه مقداری آرامش مالی داشته باشن، آرامش فکری داشته باشن، رو به جلو حرکت بکنن، یه بحران کوچیکی اومد، ولی الحمدلله دوباره رفت شد و با رفع این سوء تفاهماتی که به وجود اومده خوشبختانه الان دوباره به اون آرامش خودشون دارن میرسن و به بازی دیروزشون هم بد نبودش. خوشبختانه نتیجه مثبتی گرفتن، چون رو به روش و رو به هر حال تکامل هستن و بازیافت یک مقداری اون مسئله فنی گذشته. عمل کرده آقای درخشان چگونه است جناب آقای کلانی؟ ببینید، من البته نمیتونم به عنوان یک کارشناس فوتبال قضاوت بکنم به چند دلیل. یکی که اول از اون وقتی که من بازی فوتبال رو تماشا میکنم، چون مخصوصا در مورد باشگاه پرسپولیس تفکر لحظاتی دارم، یعنی در همون لحظه‌ای که بازی اتفاق میفته اینقدر محو بازی میشم که چند دقیقه قبل بازی رو از خاطر میبرم، نهایتا نمیتونم اینها رو با هم دیگه ارتباط بدم و بتونم یک نتیجه درستی بگیرم. معلوم. و بعدش هم خود به حال کسی که میبایستی به عنوان یک کارشناس در مورد یک شخصیتی که به عنوان مربی یک تیم هستش
به هر حال سازنده هستش، برنامه ریز هستش، بله. تکنیکال هستش، داره کار میکنه. یه آدمی که اطلاعات آنچنانی نداره منصفانه نیستش که فقط به خاطر احساسات خودش و لحظات احساسی خودش قضاوت بکنه. خوب بازی بکنم تیم بگن بح 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 عالی بوده، اگر بد بازی بکنم بگن مثلا بد بوده و مسئولین فنی تیم خوب کار نکردن، بازیکن‌ها خوب نکردن، یه مقدار قضاوت مشکل است. ولی الحمدلله خب نتایجی که داره گرفته میشه با مشکلاتی که از نظر تعداد بازیکن‌ها، بازیکن‌های سالم، به هر حال این لطمه که ما خوردیم سر به هر حال رفتن یکی دو تا بازیکن، مجروح شدن یکی دو تا بازیکن، 7-8 هفته بازی نکردن یکی از ستاره‌های تیم، اما به هر حال مصدومین تیم، تمام اینا عواملی بوده که خب یک مقداری نهایتاً برای تیمی که تیم فنی که میاد بخواد شروع بکنه به کار کردن یه مقداری خب مشکل است. ولی الحمدلله الان داره یواش یواش درست میشه، باید صبر و تحمل کرد. حتما. خب جناب کنانی، این جنجال مادرید پرسپولیس هم همچنان این پس لرزه هاش هست. من چون شما یکی از کسانی بودید که در این مادرید با مدیر عامل باشگاه مادرید از نزدیک و همچنین همراه آقای سیاسی سرپرست باشگاه حضور داشتید، من خیلی خوشحال میشم تا اونجایی که برای بینندگان عزیز ما هم بسیار کنجکاوی دارن در رابطه با این رویداد، خیلی خوشحال میشم یه توضیحاتی رو خودتون بفرمایید، سپاسگزار میشم. من خیلی معذرت میخوام از بینندگان هموطنان عزیزم که ابتدا به ساکن از سلام خدمتشون نکردم، برای همین الان قدر از اینکه شروع به مسئله صحبت های دیگه بکنم عرض سلام دارم خدمتشون، مخصوصا خدمت همه هموطنان هم که میدونم در سر تا سر دنیا دلشون به خاطر این وطن عزیزشون میتپه. دقیقا. آرزوی سلامتی براشون دارم و عرض سلام دارم خدمتشون. عرضم به حضورتون، به هر حال یک مقدماتی جور شده بود در ژانویه امسال، پارسال، یعنی امسال میشه گفت البته، دقیقاً 2004 اوایل سال دعوتنامه اومد در زمانی که سردار رویانیان مسئولیت مدیریت عامل باشگاه پرسپولیس رو داشت و به هر حال دوستان دیگه ای هم بودن که در اعضای هیئت مدیره بودن که من متاسفانه الان اسماء اونها رو نمیدونم، به خاطرم نیستش و فراموش کردم، تو زیاد ورود نمیکردم به این مسئله. دعوتنامه ای شده بود تا اونجا که مطلع هستم و این دعوتنامه قرار بودش که باشگاه پرسپولیس نمایندگانی رو بفرسته به اسپانیا و ملاقاتی با مسئولین باشگاه رئال مادرید انجام بشه که بتواند یک ارتباطی برقرار بشه جدا از مسائل بازی کردن در مورد آکادمی، در مورد استعداد به هر حال دپارتمان پزشکی، در مورد مسائلی که به هر حال مربوط میشه به یک باشگاه برای یک کشور، با سازی کمک های تقریبا اسپانسرینگ و تمام اینا تقریبا منظور این بود. اما متاسفانه به علتی این مسافرت صورت نگرفت تا اینکه خب آقای رویانیان رفتن از باشگاه پرسپولیس، جایگزینشون آقای تری شدن به عنوان سرپرست موقت و بعد به عنوان سرپرست و چند ماهی هم ایشون در این پست بودن با همکارانشون، دوستانشون، و در این دوره هم باز صحبت این شدش که سفری به اسپانیا انجام بشه، حتی اونجا که من اطلاع دارم ویت‌هایی هم تهیه شد اما بعد انصراف حاصل شد به خاطر اینکه گفته، البته عنوان کردن که آقای پروین چون از مسافرت هوایی وحشت دارن و ناراحت هستن نهایتا و مسائلی که من نمیدونم دیگه در چیز چه بود مصرف شدن. این ادامه پیدا کرد به زمان آقای پروین کنار رفت، کنار رفتن و بعد آقای رحیمی مسئولیت مدیریت عامل باشگاه پرسپولیس رو به عهده گرفتن، هیئت مدیره تغییر کرد و البته مثل این که از یه مدت از قبل از اینکه آقای رحیمی بیاد هیئت مدیره تغییر کرده بود، یه تغییر و تحولی در هیئت مدیره شده بود، آقای رحیمی اومدن و بعد صحبت‌های البته به گوش من رسید، اما مسئله به هر حال
مسکوت مونده بود. بله. یعنی صحبتی نبودش که برن، اما من شنیدم که برنامه‌ای داشت ترتیب می‌شد که به هر حال مسئولین فنی باشگاه به اتباع آقای رحیمی هم این سفر رو انجام بدن که این هم نشد به علت تغییر تعهداتی که در جریان شد. بله. بعد به هر حال که این چند وقتی اخیر توی یکی دو ماهی اخیر فکر میکنم به طبعاً 20 روز اخیر گویا مکاتبه‌ای انجام شد و قرار شدش که به هر حال نمایندگانی از باشگاه پرسپولیس برن اونجا و صحبت‌هایی انجام بشه که این نمایندگان آقای سیاسی رئیس هیئت مدیره، آقای منتقمی سفرس باشگاه و تقریبا مثل مدیرعامل باشگاه و دو نفر دیگه که یکی به عنوان مسئول لوابط عمومی و منم به عنوان نماینده پیشکسوتان باشگاه به عنوان مشاور باشگاه در خدمت این تیم تشکیل شد که بره به اسپانیا. بله. البته ببینید هیچ صحبتی داره به این که برویم نرویم یا صحبتی بشه که به هر حال با خبر شده بودن که ما خواهیم رفت و هیچ صحبتی نشد که نروید به علتی که حالا برای شما ممکنه روشن نباشه، برای ما البته منظور نرید به این مسافرت به علت اینکه مثلا اشکالاتی داره اینا، هیچ صحبتی نشد تا اینکه ما رفتیم اونجا و در اونجا ما به هر حال به علت دیرکردی که داشتیم از نظر اینکه پروازمون در استانبول از دست دادیم، یه پروازو نهایتا ما 5-6 ساعت تأخیر پرواز داشتیم، شبانه رسیدیم اونجا و فردا صبح ما قرار ملاقاتی داشتیم با آقای پرز سفرست باشگاه رئال مادرید که ایشون هم ما شنیده بودیم احتمالاً بیمار هستن، اما ایشون به خاطر اینکه در این جلسه حضور پیدا بکنن و حالا البته خاطر شرایطی که الان کشور ما در دنیا داره و یک کشور شرایط حساسی داره، بله. تمام کشورها الان علاقمند هستن که به هر علتی شده ارتباطاتشون رو تمدید بکنن، ارتباطاتی که به هر حال این دوران فتنی که ما داشتیم و دوران به هر حال جلوگیری از خیلی مسائلی که به هر حال همه در جریانش هستن، خیلی ها علاقمند هستن که برای با کشورمون الان ارتباط برقرار کنن به طرق مختلف. حالا یکی از این طرق هم مسئله ورزش هستش که ما میدونیم که نقشی از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی الان بین ملل ورزش داره ایفا میکنه و از ورزش و فوتبال هم چه نقشی داره. نهایتا آقای پرز با تمامی که ما میدونیم یکی جز ثروتمندترین مردان دنیا هستن، نفر پنجاهم هستن تا اونجا که من شنیدم، بله. و با اون تشکیلات و تأسیسات و قدرت و توانی که در به هر حال به خاطر وجود تیمشون که یکی از بزرگترین جز دو سه تا تیم درجه یک دو باشگاه دنیا هستن، به خاطر هم شرایط فنیشون و هم به خاطر ثروتی که این تیم ها دارن و نقشی که در به هر حال این مسائل فوتبال جهانی دارن، خب ایشون حتی حاضر شده بودن که در بیمارستان خودشون متعهد بشن که اگر مسئله ای پیش بیاد برایشون که دارن بیمارستان تحت میکنن به عهده خودشونه. این احترامی بود که به هیئت ایرانی گذاشته بودن. این هیئت هم از نظر اونها یه هیئت ورزشی و یه هیئتی بودن که میتونست پیش قرابون خیلی مسائل دیگه برای مسائل دیگه ای باشه که برای اتفاق نفته در آینده. برای ما رفتیم اونجا و بعد ساعت 10:30 صبح ما قرار داشتیم که یه بازدیدی از انستیتو و آکادمی و تأسیسات ورزشی و اینها بکنیم و بعد در ساعت بین 10:30 تا 11 و یه ذره زودتر ما این بازدید رو باید میکردیم که 10:30 تا 11 ما با آقای پرس ملاقات داشتیم. نهایتا ما رفتیم به استادیوم، ما رو بردن اومدن دنبال ما رئیس روابط عمومی خارجی و داخلیشون. بله. اینها اومدن با بدون ماشین SUV بنزم اومدن و خیلی مفصل و از ما رو سوار کردن و با احترام بردن و بعد شروع کردن به نشون دادن اون مراکز آموزشیشون، انستیتوشون، دیپارتمان پزشکیشون، محلهای نمیدونم به قول من VIP های مختلفی، چه از نظر مال بازیکنان، چه از نظر مهمانان، چه از نظر خبرنگاران اصحاب رسانه و اینهاشون و بعد زمین هاشون، بعد خود آکادمی، بعد دپارتمان پزشکیشون،
بعد در همین موقع بود که گفتن که اگر شما یه مقداری تحمل بکنید ما تیم دومه، برای اینکه تیم اولمون به خاطر روز فیفا تمام بازیکنهای ما بیش از 12-13 نفرشون عضو تیمهای ملی هستن و اینها به کشورهای خودشون رفتن به خاطر روز فیفا بازی دارن، اما 4-5 از بازیکنان به هر حال دست یک و یه دسته و تیم دوم رئال هم هستن و همچنین مربی اصلیشون و مربیانشون، شما میتونید ملاقاتی هم با اینها داشته باشین و تمرینشون رو ببینید که در همین مورد ما دیدیم که آقای آنجلوتی اومدن و آقای آنجلوتی هم اومدن و با ما خوشبش کردن و به هر حال یه ذره صحبت کردیم و عکسی گرفتیم و بعد برای اولین بار گویا از ما به عنوان مدعوین سیویل دعوت کردن که بریم در کنار زمین تمرین بیسیم و یه مقداری از تمرینات رو تماشا کنیم. البته میگم اینها یه مقدار بازارگرمی های اونا بود و به خاطر احترامی بود که به این هیئت داشتن میذاشتن، حالا چرا من نمیدونم. نهایتا ما رفتیم سر زمین، حتی اونجا با شماره 6 تیم، البته اسمش رو نمیدونم که به علت مصدومیت نرفته بودش، که در تیم خود دسته یک باشگاه رئال بازی میکنه و چند یکی دو تا از بازیکنهای دیگه شون ما اونجا عکسی انداختیم و یه 6-7 دقیقه ما اونجا تمرینات اینا رو تماشا کردیم، اومدیم در قسمت وی آی پی هم اونجا یه دقیقه نشستیم، باز دوباره 5-6 دقیقه تماشا کردیم و آماده شدیم که بریم پیش آقای پرز. ما رفتیم پیش آقای پرز و از دفتر از اتاق اول که وارد شدیم که به عنوان مثلا رئیس دفترشون و منشی و فلان اینا بودن، قبل از اینکه وارد اتاق بشیم آقای پرز در اتاق باز کردن و اومدن بیرون و خوب دست دادیم و فلان و ما رو راهنمایی کردن تو این هیئت و با یکی دو تا از کسانی هم که بودن و چند تا عکاس و فلان این حرفا. ما موقعی که وارد اتاق شدیم که اتاق بسیار بزرگی بودش، دو تا میز کنفرانس داشت، یه سری میز خود آقای پرز بود، یه سری میز به هر حال مبل و صندلی بود که ته سالن بودش و در اونجا ما شخصیتی رو دیدیم که نشسته اونجا و پاش رو پا انداخته، ولی از تون وقتی ما ایشون رو نگاه کردیم و دیدیمشون دیدیم مثل که یک شخصی هستن که اسپانیولی هستن یا شخص لاغرندامی بودن و خیلی شیکوش و اینها اونجا نشسته اونجایی که ما از اولین فاصله 7-8 متری 6-7 متری ایشون رو نگاه کردیم. بعد که ما نشستیم اونجا نشستیم و مشغول شدیم که به هر حال معارفه های اولیه انجام شده، بعد دعوت خواسته شد که بریم بشینیم پشت میز کنفرانسی که اونجا بود، قرار شدش که این هدایا رد و بدل بشه. جناب کردنی ببخشید، جناب کردنی ببخشید، موقعی که این دیدار با این اشخاص و یا اون آقایی که به نظر به قول فرمایش شما اسپانیش به نظر می، هیچ معرفی صورت نگرفت چه از طریق رئیس روابط عمومی چه از طریق آقا؟ ما الان داریم میخوایم به قول معروف جواب این کادوهایی که مثلا ما علامت پرسپولیس بود، پرسپولیس بود، چاری گردن پرسپولیس بود، یه سری اطلاعاتی راجع به چیزهای مال صنایع دستی بود، بله بله، چیزهایی راجع به اطلاعات به قول معروف گردشگری کشور بودش و اینها، ما اینا رو می‌خواستیم بدیم و به هر حال اونها هم می‌خواستن. در این موقع بودش قبل از اینکه بریم بشینیم آقای پرز اشاره کردن به اون آقایی که اونجا نشسته بودن، ایشون بلند شدن اومدن و همونجا ماچو بوسه کردن که برای ما باعث تعجب، یعنی برای من بعدن باعث تعجب شد که بعد صحبت هایی که پیش اومد که ایشون اگر زودتر رفته بود و که زودتر رفته اونجا نشسته بود، خب ماچو بوسه شو ایشون قبلا انجام باید میداد، بله، اما چطور وقت بعدن آقای پرز جلو ما ایشون صدا کردن، ایشون هم اومد تو جمع اونجا ایستادن، موقعی که داشتن میخواستن عکس بگیرن این به قول معروف شال گردن پرسپولیس، پیرن نماد مثلا رئال مادرید که خواستن به ما بدن یا یکی دو تا عکس چیزای دیگه، چطور اون موقع ما چوشه کردن و خیلی صمیمی با هم شروع کردن اسپانیایی صحبت کردن. در همین موقع آقای پرز بعد از صحبت و عکسایی که انداختیم ایشون رو معرفی کردن، ما فهمیدیم که ایشون ایرانی هستن، آقای امیر حسین جهانشاهی، آقای امیر حسین جهانشاهی، بله جهانشاهی، بله. از اون موضوع ایشون یه چند دقیقه همون تو اون یکی دو تا عکس هم که انداختن بودن و بعد با آقای پرز خدافزی کردن و ایشون رفت کرد که بعد ما با آقای سانچز رو برنامه ریزی شد. آقای پرز یه مزایی راجع به ایران و راجع به امکانات و راجع به مسائل امکاناتی که میتونن کمک بکنن و راجع به این که اینجا به قول معروف چیز بذارن و آکادمی اینا ما گفتیم، ولی ایشون
بعدن که همین چیزا رو شنیدن یه ذره صحبت کردن راجع به باشگاه خودشون، راجع به استادیوم جدیدشون و راجع به تشکیل صحبت کردن، قرار شدش که ایشون چون کار داشتن برن ما با آقای سانچز که مدیر اجرایی باشگاه و مرد متفکر باشگاه رئال مادرید هست، آقایی هستن که تقریبا 52 سالشون هست، به 2 تا زبونشون مسلط بود، انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 3 تا زبون اصلی، حالا به زبونهای دیگه هم اگه مسلط بود بنده نمیدونم، ولی خب ایشون هم قشنگ انگلیسی صحبت میکرد، خب فرانسه هم که اونجا صحبت کرد، اسپانیش هم که زبون مادری ایشون. نهایتا ما به اتفاق آقای پرز و آقای سانچز از در بیرون اومدیم، رفتیم، آقای پرز از اون طرف رفت، ما رفتیم توی اتاق آقای سانچز که تقریبا دو تا اتاق اونورتر بود، خب اونجا هم تشکیلاتی بود و میز کنفرانس و فلان و تلویزیون به قول معروف کامپیوتر اینها، و وقتی نشستیم قبل از هر چیزی آقای سانچز گفت بعد از البته خوشبشای اولیه و یکی دو تا هدیه که ما رد و بدل کردیم اونجا، آقای سانچز گفتم من اول از همه میخوام استادیوم جدیدمون و انیمیشنش رو به شما توی کامپیوتر نشون بدم، این یه چیزی هستش که به حدوداً ریمادلینگش بین 450 تا 600 میلیون یورو هزینه برخواهد داشت. گفتم خب پس خیلی باید، گفت البته باید توجه کرد که ما استادیوم خودمون رو خراب نمی کنیم بلکه ریمادلینگ می کنیم، ما بیس استادیومون هست، ولی اون ریمادلینگی که حالا شما می بینید انیمیشنش رو میبینید، ببینید که چه تجهیزاتی داره، چه تشکیلاتی داره. شروع کرد خب خیلی تعریف کردن و واقعا هم تماشایی بود که الان جای سخن نداره، آدم خوب به حال همه دنیا مطلع خواهد شد. نه ما صحبت کردیم، بعد راجع به این شدش که گویا برنامه‌ای تورنمنتی هستش در قطر که در تقریبا جولای، اواخر جولای تا اوایل آگوست اینا گویا، البته من الان درست به خاطرم نیست، قراره که تیم رئال مادرید بیاد در قطر و در اون تورنمنت تیمش که 4 جانبه است اینا شرکت بکنن. بله بله. و گفتن که ما تنها موقعی که میتونیم همکاری بکنیم با شما و تیم ما بیاد یک 24 ساعت هستش که یا موقع رفتن قبل از اینکه ما به قطر بریم یا موقع برگشتن بعد از اینکه تورنمنت ما تموم شد ما بیاییم و ما شب برسیم فرداش بازی بکنیم و شبش هم حرکت بکنیم بریم اینا. که گفتیم البته یه مقداری الان برای ما تصمیم گیری راجب این مورد، راجب این مسئله مشکل است، به علت اینکه به هر حال ما باید با مسئولین لیگ و مسئولین به هر حال فدراسیون صحبت بشه، اونها باید ببینن که آیا این هماهنگی رو میتونن از نظر زمانی برای ما در سال آینده که لیگ جدید ما شروع خواهد. الو 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 آقای کلانی، الو بس که ارتباطمون با جناب کلانی قطع شد، من ناچارم یه بار دیگه شماره تماس ایشونو بگیرم. اجازه بفرمایید، داریم به نقطه های حساس صحبت میرسیم، امیدوارم که این ارتباط مجددا برقرار بشه و گوش شیطون کرد. بله جای حساس میرسیم. خب دارم خیلی زیبا و خیلی شمرده از A تو Z، از الف تو ی رو دارن تشریح میکنن. به هر حال میدونید که این مورد، این دیدار مورد مخالفت مقامات قرار گرفت و این بازی اصلا این کنسل شد و دلیلش هم همینطور که اشاره کردن آقای امیر حسین جهانشاهی که در یکی از دلایل مهمی که این مسابقه کنسل شد به خاطر حضور آقای امیر حسین جهانشاهی. مثل این که تلفن ایشون اشکالی پیدا کرده، حالا من از یک کانال دیگم بتونم صحبت کنم بد نیست که این جمع‌بندی رو در نهایت ببینیم به کجا میرسیم. ولی به هر حال همونطور که در تصویر میبینید که یک دایره قرمزی در روی یکی از عکس ها هستن آقای امیر حسین جهانشاهیه و همین حضور ایشون که عرض کردم به خاطر صحبت هایی که در ارتباط با رژیم در کانال های ماهواره سیاسی مطرح کردن یکی از دلایل منتفی شدن این بازی مهم بود. به هر حال
حالا بعد هم خیلی از دوستان از جمله خود آقای سیاسی سرپرست باشگاه پرسپولیس مورد سوال قرار گرفتن و بسیاری از نشریات خطاب به ایشون گفتن که آقا شما باید بیشتر صاحب تجربه بشید. مثل این که خط آقای کلانی، حالا ببینیم از این کالا دیگه من گرفتم ایشونو، ببینیم ارتباطتون برقرار میشه یا خیلی. الو الو الو، به هر حال خیلی خوب داشتن توضیح میدادن که متاسفیم، اجازه بدین یک بار دیگه من آخرین تلاشمو انجام بدم. پیش میاد دیگه، خطا بعض وقتا اشکالاتی پیش میاد و ادامهش هم شاید بیفایده باشه، ولی خب احال ما کار خبری داریم انجام میدیم و باید پیگیر بشیم ببینیم بالاخره کار به کجا میرسه. و تا آقای کلانی ببینیم ارتباطمون برقرار میشه، آقای کفاشیان اشاره کردن که در یه اظهار نظر جالب کرده آقای کفاشیان، البته در مورد یک سوژه دیگه، بله تلفنشون اشغال، که جادوگران پیشنهاد دادن که برای موفقیت تیم‌های ملی جادوگران به آقای کفاشیان پیشنهاد داده بودن که ما از این کارهای انجام بدیم و حتی عنوان کردیم ما میتوانیم بازی‌ها را پیش بینی کنیم و جادوگران به خود منم طی این مدت پیشنهادی را دادن، اما من اعتقادی به این مسائل ندارم و اصلا آنها را قبول ندارم. به هر حال جادوگران هم به آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال پیشنهاد دادن برای قهرمانی تیم ملی. خب میسین که ارتباط برقرار نمیشه و ولی خب به هر حال یک بار دیگر در حال این نکنه این آقای امیر حسین جانشایی یه انگشتی رسونه کاری کرد. ولی خب این آخرین باری است که من دیگه تلاشم میکنم و بعد برنامه رو میبرم به سوی روال عادی خودش رو طی خواهم کرد. و البته این صحبت کردن با آقای حسین کلانی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و یکی از کسانی که در این سفر حضور داشتن و تمام مسائل رو میدونستن، در مسیرش بودن، صحبت کردنشون بسیار جالب بود و حتی گویا بعد از این مورد هم آقای سیاسی که سرپرست باشگاه پرسپولیس هم هست از نحوه عمل و مدیریت کار رو که در ارتباط با باشگاه پرسپولیس دارن انجام میدن، بسیار بسیار اعضای تیم پرسپولیس از رضایت کردن، از جمله خود آقای حسین کلانی که باهاشون صحبت میکردم. بینندگان عزیز، دوباره من ارتباطم با آقای کلانی برقرار کردم. قربون، من خودم هم نمیدونم چه شد، من بعد از برنامه چندین بعد از اینکه این اتفاق افتاد چندین بار قربون سعی کردم شما رو بگیرم، بوق ممتد اشغال میزد جناب کلانی. دقیقا من نمیدونم که بله بله تلفن الو جناب کلانی، این همونطور که شما
الان شما تلفن ثابتتون آزاده قربون؟ من بس چون این اگه این تلفن شما اگه در یه جهتی قرار بگیرید قطع و بست نمیشه که من چون نه جناب کردنی نه منظورم که این تلفن موبایلتون قطع و بست میشه اگه اما در اگر من الان الان زنگ میزنم قربون به تلفن ثابتتون الان همین الان قربون آقای قادری اگه ممکنه یک چند دقیقه من به من وقت اضافه بدین که من اینو رپش کنم اینو ببندیم این موردو که خیلی ممنون میشم اگر لطف کنید با سرکار خانم حکاک صحبت کنید سپاسگزار میشم اگر ایشون چند دقیقه به من وقت بدن سپاسگزار میشم چون حرفای جناب کرانی ناتمام بود نمیخوام هیچ سوء تفاهمی پیش بیاد و بهترین که این قضیه رو رفش کنیم تمومش کنیم اجازه میدیم منتظرم که ارتباط برقرار بشه بینندگان عزیز که صحبتمون رو با جناب کرانی ادامه بدیم بله خوشبختانه زنگ تلفن ثابتشون سلام جناب کرانی مجددا قربان حالتون خوب است سلام من نمیدونم کجا قطع شد البته اگه بگین از همونجا من دوباره به اون نقطه رسیدیم که تقریبا میخواستن استادیومو نشون بدین بعد قرار شدش که در یک سفری که میخواستن به قطر برن یا در موقع رفت و یا در موقع برگشت این مسابقه در ایران برگزار بشه جناب کرانی من 5 دقیقه وقت دارم قربان یعنی ما راجع به آکادمی و اینا صحبت کردیم دیگه بله فقط در همون انجام مسابقه است بله. جناب کرانی قرار شدش که اینا در اون سفری که دارن انجام میدن یا در شروع سفرشون قبل از تورنمنت یا بعدش 24 ساعت در ایران بمونن شب بیان استراحت بکنن فردا بازی بکنن برن و بعدش البته با صحبتهایی که مسکی شده بود و کنساهایی که به اینا داده شده بود اینها موافقت کرد داشتن موافقت یعنی موافقت ضمنی کردن که بین 2 تا 3 میلیون یورو اینها از ما خواهند گرفت اما تمام پخش تلویزیونی در آسیا و در به قول معروف کناره های خلیج فارس و کشورهای خلیج فارس و تمام آسیای شرقی اینا رو برای ما میذارن فقط پخش اسپانیا رو برای خودشون برمیدارن ما دیدیم که خب این خیلی مقرون به صرفه هستش برای این که ما حتی اگر از مردم بخوایم که طرفدارای باشگاه پرسپولیس که بلیت حتی استادیوم آزادی رو اینها برای مثلا حتی 10 تومن هم گرونتر بخرن اینها خواهن خرید برای اینکه این مردم اینقدر واقعا نسبت به باشگاه پرسپولیس علاقه و حساسیت دارن که همه کاری خواهن کرد کاملا و گفتیم ولی خب این منوط به این خواهد شد که باز ما مذاکراتی بکنیم و بعد از اینکه اجازه ها از مقامات به هر حال مسئول کشور داده شد ما جواب شما رو توی 4-5 هفته آینده با پروتکلمون خواهیم داد بعد البته ما صحبتامون تموم شد و ما برگشتیم و سر راه قرار شدش که در استاده در اون فرودگاه خصوصی که مال تقریبا تا یه حدودی مال چیز هستش مال باشگاه رئال مادرید هستش و اینا یه توقفی هم ما اونجا بکنیم ولی که خب ما متوجه شدیم که آقای پرز گویا یه هواپیمای 80 میلیون دلاری داره و ایشون تمام سفرهاشون اینجوری میشه که بعد قرار شد بریم اونجا که توی کافی شاپش هم مثلا یه پذیرایی از ما بکنن که خب البته اون عملی نشد ما رفتیم اونجا چون داشت دیر میشد نهایتا ما به همون جا که رفتیم و نشستیم تو همین هیس و بیس ما دیدیم که آقای جهانشاهی با همراهان خودشون که یکی دو تا خلبان بودن اینها اومدن که برن یه سلام علیکی هم اونجا با ما کردن که بعدن به ما اون مسئولین چیز گفتن که اینها خدمه های هواپیمای آقای جهانشاهی که داره میره به شهر خودش که معلوم شد ایشون هم هواپیمای خصوصی دارن اینها این ملاقات ما با ایشون بود و بعدش هم که ما کارمون توی فرودگاه تموم شد و برای اون پذیرایی مختصر شد ما برگشتیم به هتل و شب هتل بودیم و فردا صبحش هم ما
اومدیم به فرودگاه و برای نگه از خواب بلند شدیم اومدیم به ایران و خیلی خوشحال بودیم که به هر حال یه نتیجه مثبتی داریم میگیریم و کاری بکنیم که متاسفانه بعد برگشتیم و دیدیم که یه سوء تفاهماتی شد و محلی رو عنوان کردن مثلا که الان مثلا و همونطور که خدمتون عرض کردم ما 8 سال با کشور عراق با ما جنگید، یعنی دنیا با ما جنگید، همه از ما کشتن، این همه صدمه ما زدن، ولی ما با تعامل و با اون فرهنگ حسن نیتی که در ذات این ملت هستش ما اونا رو بخشیدیمشون، بهشون داریم الان کمک میکنیم، بهشون کمک کردیم تو همه مسائل. همین الان ما الان وزیر امور خارجه‌مون داره با امریکا که به هر حال یا کشورهای غربی که اینقدر به ما صدمه زدن مشغول مذاکره هستن. به خاطر چی؟ به خاطر منافع کشور. اگر احیاناً اصولی از ما شده که روی نادانستگی و ندانم کاری به قول چیز انجام شده، هدفمون تمامش فقط این بوده که بتونیم یه کاری برای وطنمون، برای جوانای وطن انجام بشه. ایش آقای جانشایی که خب اون نقشی نداشتن، یا اینکه به عنوان دلال بودن تو این قضیه، چطور شد یه مرتبه ایش؟ آخه ببینید یه ذره آدم اگه عمیق‌تر به مسئله فکر بکنی، کسی که نمیدونم هواپیمای خصوصی داره، تو کارهای تجارتی و تلویزیونیشون داره، ایشون نیازی نداره که بیاد مثلا یه دلالی بکنه $100,000 هم از اینجا مثلا نصیبش بشه. آخه به قولم به یه اصطلاح عامیانه ما داریم میگن که موش چیه که کله پاچش باشه. ما اینجا داریم خودمون میخوایم 2 میلیون دلار مثلا 2 میلیون یورو یا 1 میلیون یورو مثلا پرداخت بشه به آقای چی، چقدرش مثلا باید بده؟ 10% به دلال بده. من نمیده، یعنی یه مداری برای من حزمی سنگین است. اما اونطوری که من متوجه شدم عواملی به هر حال بودن که نمیخواستن یه همچین مسئلهی به وجود بیان و اینو، ولی خب خوشبختانه الان رفع سوء تفاهم شده، مشخص شده که واقعا مدیران باشگاه پرسپولیس سوء نیت داشتن. سوء نیت نداشتن، حسن نیت داشتن. هدفشون این بودی که واقعا یه کاری برای باشگاه پرسپولیس و برای جوانای مملکت بکنن. دقیقاً. اگه فرقی نمی‌کنه وقتی یه آکادمی اینجا تشکیل بشه، سایر جوانای مملکت هم در این آکادمی ها میتونن شرکت بکنن، منتفع بشن. امکانات پزشکی اگر اینجا پزشکی ورزشی اینجا درست بشه، همه میتونن ازش استفاده بکنن. تمام ورزشکارا میتونن استفاده بکنن. اگه باشگاه ما موفق بشه، باعث افتخار و غرور همه ملت ما هستش. ما یه افتخار پیدا میکنیم، تمام ناراحتیامون، تمام مشکلاتمون از بین میره و خوشحال میشیم. به هر حال جناب کرانی خیلی تشکر میکنم، خیلی ممنون که وقت گذاشتید. فقط در خاتمه که منم وقتم تموم شده، الان شرایط آقای سیاسیش تغییری نکرده؟ ایشون همچنان سرپرست آقای سیاسی؟ من همونطور که عرض کردم خدمتتون، ایشون یک مبارز جنگ بوده، یک جانباز بوده، بارها تو جبهه در خط اول جبهه خدمت کرده، مجروح شده. پدر ایشون نزدیک 6 سال در جبهه که پزشک هستن، خانواده ای هستن که شناخته شده در مملکت ما هستن، 6 سال در جبهه های جنگ خدمت کرده. حتی یه دفعه که پسر خودش مجروح شد، آقای سیاسی مجروح شد، آوردنش توی اون کمپینگی که جراحی و اینها بود، ایشون گفت ایشون براتون پسرش گفت تو نوبت باشه، بقیه بچه های من دیگه هستن، اونها باید اولویت دارن بر این. یعنی یه همچین خانواده ای که یه همچین طرز تفکری رو به بچه های خودش هم تزریق میکنه، چطور ممکنه سوء نیتی داشته باشه؟ مضافاً برای اینکه انقدر مرفع هستن که تنها کسی هست آقای سیاسی که اومده داره خدمت میکنه، نمیخواد تیکه از باشگاه پرسپولیس، همچین رک بگم، تیکه از باشگاه پرسپولیس رو ببره، نمیخواد وزیر بشه، نمیخواد وکیل بشه، نیازی نداره، فقط برای خودش دردسر به نظر من درست کرد. آقای کرانی عزیز، یک دنیا تشکر، بی اندازه تشکر که محبت کردین بر روی خط شبکه تلویزیون ایران آمدید. به هر حال سلام ما رو به اعضای هیئت مدیره، بچه‌های باشگاه پرسپولیس چه در اینجا هستن چه در خارج هستن، دلشون برای این مملکت میتپه و دوست دارن و هیچ کدوم ماها نمیتونیم ادعا بکنیم که کسای دیگه کمتر از ما مملکتشون دوست دارن. ایران جایی هستش که همه چیز به همه ما داده. بعضی از
هموطنان ما متاسفانه به علتی الان در شرایطی نیستن که تو وطنشون باشن، ولی من میدونم که دلشون برای این وطن میتپه، آرزوی اینو دارن که بیان تو این وطن و خدمت کنن به این وطن. قربونتون برم جناب کلینی، خیلی تشکر میکنم. به هر حال سپاسگزارم. مجددا خواهش میکنم سلام منو به همه عزیزان برسونید، به خصوص هموطنان خودمون در داخل کشور. خدا نگهدار شما. مرسی قربون. موفق باشین و قربان شما. بدم با آقای شبخیزم سلام بگید. اطاعت میشه قربون. شش با کمال میل. خیلی مرسی. خدا نگهدار. خانم و آقایان، وقت برنامه من به پایان رسید. با تشکر از اینکه هم مسکوتور هم سرکار خانم حکاک این چند دقیقه وقت در اختیار من گذاشتن تا روز یک شنبه گفتگوی منو با شهرام شب‌پره، این آتش باره شب، حتما نگاه کنید و ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در روز یک شنبه. خدا نگهدار شما. فروش آپارتمان های آماده تحویل در آلانیا، عروس سواحل مدیترانه با بیش از 70 کیلومتر ساحل اختصاصی، نگین کشور ترکیه. آرامش و زیبایی را در کنار خانواده تان تجربه کنید در شهر زیبای آلانیا، شهری رو به پیشرفت. همراه با 50% وام بانکی 5 ساله و اقامت ترکیه. برای اطلاعات بیشتر با خانم نجلا با کمپانی تاپ چویس با تلفن 2090-536-451-3959 و 2090-545-612-6619 تماس بگیرید. www.home.com.tr بیمارستان‌های کپیتال هلت به مدیرعاملی دکتر علیرضا مغازه‌ای و با همکاری 4000 پرسنل آگاه از پزشکان تراز اول آمریکا گرفته تا کارکنان سلیق بهداشتی و درمانی، با پیشرفته‌ترین دستگاه‌های مدرن دنیای پزشکی، همه و همه در خدمت جامعه ایرانی. برای بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های سهل‌العلاج مانند سرطان و سکته‌های مغزی، هر چه زودتر با بیمارستان‌های کپیتال هلت تماس بگیرید. 609 394 6113. شما که قصد